درود بر شما سیامک دهخانپور هستم و این ویژه برنامه صدای آمریکا احزاب سوم در انتخابات آمریکا. است. آمریکا حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه دهه هاست که بر انتخابات آمریکا مسلط هستند اما حمایت افکار عمومی در ایالات متحده از احزاب سوم قابل توجهه بر اساس تازه ترین نظرسنجی گلوب در پاییز 2024 حدود 58 درصد از بزرگسالان در آمریکا موافق حضور یک حزب سوم قوی در آمریکا هستند اگرچه این آمار نسبت به سال گذشته 5 درصد کاهش یافته اما همچنان از نارضایی بخش قابل توجهی از جامعه از عملکرد دو حزب عمده دموکرات و جمهوری حکایت داره این وضعیت طی دو دهه گذشته روند سعودی چشمگیری داشته بزرگترین حامی این امر رای مستقل هستند حمایت رای دهندگان دموکرات از این روند تشکیل یک حزب سوم مقتدر روند سعودی اما در میان جمهوری نزولی داشته نظر ها از رقابتی بسیار نزدیک میان کامالا هریس و دونالد ترامپ کاندیده های حزب دموکرات و جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حکایت داره رقابت در ایالت های هاست چنان برابره که ممکنه چند هزار یا چندصد رای نتیجه انتخابات آمریکا رو رقم بزنه پرسش مطرح اینه که آیا کاندیده های احزاب سوم میتونن موجب تغییر ترکیب آرا بشن و به بخت کامالا هریس و دونالد ترامپ برای پیروزی کمک کنند یا به اون ضربه بزنن در این برنامه با سه کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از احزاب سوم گفتگو می‌کنیم و از آنها درباره چالش‌های رقابت به عنوان کاندیدای مستقل و روی کرد اونها در سیاست خارجی به ویژه ایران می‌پرسیم. بر مبنای یک نظرسنجی رویترز چهل درصد رای دهندگان مسلمان در میشیگان گفتند به جیل ستاین کاندیدای حزب سبز در انتخابات آمریکا رای می‌دهند. جیل ستاین در انتخابات ریاست جمهوری 2016 حدود 1.5 میلیون رای آورد. دکتر استاین مهمان نخست این برنامه هستند دکتر استاین دونالد ترامپ در یکی از آخرین سخنرانی‌هاش از شما تعریف کرده بود نظری در این باره دارید برای من به همون اندازه ای اهمیت داره که ارزیابی دونالد ترامپ از تغییرات اقلیمی اهمیت داره او به نحوی میشه گفت که دقیقا خلاف واقعیت هرچی است به اون باور داره من تو این رقابت اومدم که یک گزینه جایگزین باشم برای اون دو حزبی که خریداری شدن و دارن به وال استریت به پیمانکاران جنگ و ایپک خدمت میکنن نه به مردم آمریکا قطعا اونا نیستن بنابراین من خیلی برای من راه های سیاسی و دیدگاه های دونالد ترامپ اهمیتی نداره رقابت های انتخابات 2024 با 2016 و 2012 برای شما چه تفاوتی داشته؟ کدوم ایالت ها نگذاشتن اسم شما بر روی برگه رأی باشه یا آرای شما شمرده نشه؟ um, so very... خب رقابت بسیار متفاوتی است ما از سال 2012 و که نخستین بار در رقابت شرکت کردم تا الان در حال ساختن بودیم سطح شور و شوق و تعهد نه تنها به کارزار ما در این انتخابات بلکه به سیاستی که برای مردم باشه بسیار متفاوته در این رقابت من فکر می کنم حقیقت نسل کشی واقعا سایه افکنده بر تمام این رقابت و بسیاری از مردم که معترض هستند به این نستگوشی یا وحشت زدن از اون دارن تعهد خارق العاده و یک نقش بلند مدت رو اینجا به این کارزار میارند من هرگز در یک کارزاری حضور نداشتم که قریبه ها در خیابان میان من رو در آغوش میکشن و اشک میریزند این حس سرمایه گذاری روی حقوق بشر و پایان نست واقعا انرژی داده به تمام این رقابت بنابراین یک رقابت کاملا متفاوته مردم هم برای این انتخابات و هم برای بلند مدت وارد عمل میشن درک میکنن که هر دو حزب اساسا متعهدن به اینکه یک سیاست خارجی امپریال سی رو پیش ببرند اونی که ما رو درگیر این جنگ های بی پایان کرده و نهایتا در درگیری نست کشی کرده را پیش ببرند برن. این یک رقابت کاملا متفاوته و یک حس فوقلاده هدف و تعهد رو که هرگز ندیدم داره وضعیت شما در ایالت اوهایو چطوره؟ Sure. So first قطعا اول بذارین در مورد اوهایو بگم و ایالت های دیگه ای که قبلا در موردش پرسیدید گفتید چند ایالت هست که نام ما از روی برگ ها حذف شده دموکرات ها ما رو در یا باید بگم ما اقدامات ها رو در دادگاه به چالش کشیدیم در هفت ایالت یا چیز از اینطوری یکی از اونها اوهایو بود که هنوز همین نبردش ادامه داره و برای نمونه در نوادا ما سه برابر تعداد امضاهای مورد نیاز رو داشتیم یک شور و شوق خارق العاده برای کارزار ما بود و اون اداره انتخابات به ما فرم اشتباهی رو داد ما اول داشتیم از فرم درستی استفاده می به ما گفتن نه این نیست این غلط از این فرم استفاده کنید بعد معلوم شد که این فرم اشتباه بود اول ما درست کار رو انجام داده بودیم و تفاوت میان این فرم ها واقعا چشمگیر نبود تصمیم اولیه دادگاه به نفع ما بود بعد اونها فرجام خواهی کردند رفتن به یک دادگاه دیگه که به شدت علیه ما بود از لحاظ سیاسی خیلی دادگاه سیاست زده ای بود ما در اونجا اساسا نام ما را رو از روی برگه های رای حذف کردن بنابراین تصمیم هایی که اینجا گرفته میشه به شدت مخالف خواست مردم آمریکا است که دارن فریاد میزنن برای گزینه های بیشتر نظرسنجی گالاپ اومد بیرون و گفت بیشترین تعداد مردم یعنی 63 درصد از مردم آمریکا میخوان این در واقع در تمام دوره این کارزار اتفاق افتاده انجام شده و نتیجهش دو هفته پیش اومد بیرون نشون میده که مردم آمریکا واقعا دارن خسته شدن و میخوان مطالبه میکنن گزینه های دیگه داشته باشن و به ویژه دموکرات ها دارن رقبای خودشون رو از روی برگه های رای هست می کنند. این به شدت مقایر اصول بنیادین دموکراتیک و منافع مردم آمریکاست. ما اینا بگم در حدود 95 درصد رای دهندگان نام ما رو روی برگه ها می بینند. برابر این حتی با اینکه اونها نام ما را رو از روی این برگه ها حذف کردند ما در بخش عمده ای از اینها درخواست وضعیت نامزد نوشتنی کردیم بنابراین از همه رای دهندگانی که میخوان پایان نسلکشی و جنگ های بی پایان و قارت پول های ما رو در این ماشین جنگ های بی پایان ببینند اونایی که میخوان ببینن منابع ما در موارد اضطراری در آمریکا برای مراقبت های بهداشتی مسکن و تحصیل و آموزش هزینه میشه و در آوردن مردم از بدهکاری خرج میشه ما از همه اونا میخوایم تشویقشون میکنیم بیان رای بدن به دستور کاری که در خدمت نیازهای شماست منظورم به خود منه یعنی جل ساین و همینطور رودالف ویر نام رسمی معاون من هستش وقتی که میخوایم نام ما رو نوشته بشه باید نام هر دو نفر رو داشته باشید بنابراین ما از شما میخوایم که این تبلیغات که میگن ما ضعیفیم اینا که در خدمت خودشون هستن به ویژه از طرف دموکرات ها که میخوان رای دهندگان رو را مرعوب کنند علیه رای دادنشون به نفع خودشون این کار بکنن و برای منافع خودشون این رو نادیده بگیرن پس اسم شما بر روی برگه های رای در هفت ایالت نیست؟ بله درسته م... یعنی ما به دادگاه رفتیم حدود هفت ایالت بود یکی از اونها در اوهایو هنوز سرش بحث است رقابت هست بر اساس یک روند بسیار نامشروع بود اون اداری انتخابات دموکرات ها تصمیم گرفت آرای ما رو نشمره بر اساس یک یک روند بسیار نامشروع غیر قانونی که با حتی مقررات خودشون هم مقایرت داره بنابراین ما این تصمیم رو به دادگاه فرجام بردیم نام ما هنوز روی برگه های رأی هست مسئله اینه که آیا اونایی که به ما رأی میدن آرایشون شمرده خواهد شد یا نه بنابراین یک تصمیم به شدت غیر دموکراتیکه که با اصول روند و رویه و مقررات کمیسیون انتخابات مقایرت داره بنابراین این هنوز جدلش تموم نشده ما الان فکر میکنم در 38 ایالت ناممون روی برگه هاست و به صورت نامزد نوشتنی حدوداً در باوردان در 8 ایالت دیگه نام ما میتونه باشه بنابراین امیدواریم که یک تاثیر عظیم بذاریم و مردم رو تشویق میکنیم که بیان و نام ما رو بنویسن اگه ناممون روی برگه ها نیست انتظار دارید در ایالت های مثل میشیگان چند درصد رأی داشته باشید؟ yes. so... بله خب دقیقا اعداد و ارقام چی باشه بستگی داره به اینکه چقدر چند نفر برن و رأی بدن و این آرا چقدر قوی باشه نه فقط از طرف مسلمانان بلکه آمریکاییان آفریقایی تبار اسپانیایی تبار و جوانانی که آینده ای ندارند تحت کامال هریس یا دانالد ترامپ در این مقطع خیلی زوده که بخوایم حرف بزنیم ما خودمون رو منحصر به نظر سنجی ها نمی کنیم ما در تگزاس و کالیفرنیا هم به همون اندازه یعنی در ایالت های غیر رقابتی هم به اندازه ایالتهای رقابتی فعال بودیم و کارمون بر اساس اصول بوده و برای بلند مدت بوده ما بسیار خرسند خواهیم شد که اگر به اون پنج درصد صد و حد پنج درصد در نظرسنجی ملی در نتایج ملی برسیم اما بسیار دشواره که در این مرحله و در این مقطع بگیم اون نتایج چه خواهد بود سال 2016 حدود یک میلیون و چهارصد رای آوردید امسال انتظار دارید به مراتب بیشتر باشه well, خب باز هم میگم ما در اون زمان که یک و دهم درصد آرار گرفتیم حدود یک درصد از رای دهندگان رو را در اختیار داشتیم بنابراین الان میشه فرض کرد که میتونه حدود پنج میلیون رای باشه اگر ما به اون حد برسیم یک گام بسیار بلند رو به جلو خواهد بود اما باید بگم به نظر من این کارزار و این انتخابات یک جهش بلند رو به جلو برای سیاست قدرت یافته از مردم بوده برای مردم آمریکایی که در برابر این سیاست رویه معمول همیشه خسته شدن فقط اون 63 درصدی که قبلا گفتم در نظر سنجی گلوب نیست بلکه تعداد افرادی که به شدت خواهان و مشتاق یک حزب سیاسی هستن که در خدمت منافع مردم باشه به جای اون پولدارها و اون یک درصد به شدت تشنه اون هستند و هر شاخصی که نگاه کنید میبینید در انتخابات سال 2020 از هر سه فرد واجد شرایط رأی دادن یک نفر رأی نداد که جوانتر بود، رنگی پوست بود و کم درآمد بود. مردم آمریکا واقعا دارن دست و پا میزنن تعداد افرادی که منتظرن که حقوقشون رو بگیرن و منتظر سر برجن واقعا از 61 یا 62 درصد به نزدیک 67 درصد رسیده بنابراین نیاز به یک سیاستی که برای مردم و از سوی مردم باشه جایی نمیره برای بلند مدت اینجا خواهد بود و این رقابت در این رقابت ما بسیار خوش اقبال بودیم که تونستیم با شرک های تازه ای در این تقلا در این تلاش ارتباط برقرار کنیم کسانی که خواستار پایان نست و ماشین جنگ های بی پایان هستند که دارن ما رو به سرقت میبرند دارایمون و میخوان آینده ای باشه که برای مردم آمریکاست بنابراین این مسائل به شدت در مرکز توجه بوده اما در گفتمان انتخابات نبوده برای اینکه صدای ما توسط نهادهایی که در خدمت احزاب دموکرات و جمهوری خواه بودند نهادهایی که در خدمت منافع سیاسی بودند ولی نه به خدمت مردم بودند در واقع ساکت شده ولی ما تونستیم یک شتاب و تکانه حرکت بزرگی پیدا بکنیم عدد رقم هر چه باشه ما میدونیم از شاخص های متعدد مثل نظرسنجی ها و این شروع شوقی که از کارزار ما استقبال میشه باهاش در میدان ما بسیار و شوق داریم به اون تعهد برای ساخت یک سیاست جدید در آینده شما چند بار به جنگ در غزه اشاره کردید سیاست خارجی شما در برابر جمهوری اسلامی ایران چه هست؟ ای نو... میدونید من فکر میکنم ما نیاز داریم که درها رو به روی مذاکره با ایران باز کنیم ایران یک رئیس جمهوری تازه رو انتخاب کرده که گفته میشه میان روست و تمایل داره به بهبود بخشیدن به روابط با غرب و ما باید این رو بررسی کنیم من فکر می کنم مهمترین مسئله در خاورمیانه حل و فصل این جنگ رو به گسترشه و همینطور قصد بی, بی برای ایجاد یک جنگ گسترده تر و کشیدن پای آمریکا به اون من فکر می کنم این بزرگترین تهدید برای صلح در خاورمیانه است و از توانایی بالقوه گسترش پیدا کنه یک جنگ بزرگتر از خاورمیانه رو هم داره حقوق بشر چه جایی در سیاست خارجی شما داره مردم ایران بارها در برابر همین حکومت قیام کردن بله حقوق بشر همواره یک مسئله است قطعا در عربستان سعودی هم هست قطعا در اسرائیل هم هست من فکر می ما مسائل حقوق بشر بسیار جدی در سراسر جهان داریم و به قول جان اف ما نباید از سر ترس مذاکره کنیم اما نباید از مذاکره هم بترسیم بنابراین اون چیزی که ما باید بتونیم به صورت دیپلماتیک جلو بریم و با هم با دشمنانمون هم با هم پیمانانمون. چقدر نگران افزایش یهود ستیزی در آمریکا هستید؟ قطعاً من خودم به عنوان یک یهودی به شدت نگران یهود ستیزی در آمریکا و در سراسر سر جهان هستم اما خیلی مهمه که این انتقاد از دولت اسرائیل رو با خود یهودیت اشتباه نگیریم مناقشه ها در غزه و اطراف اون یک مناقشه مذهبی نیست مسئله اینه که صهیونیسم و قصدش برای پاکسازی ساکنان فلسطینه ما میدونیم که یهودیان مسیحیان و مسلمانان در صلح در فلسطین تاریخی زندگی میکردن و زمانی که صهیونیست ها از بعد از جنگ جهانی دوم وارد شدن اون موقع بود که این پاک سازی قومی نه تنها علیه مسلمان بلکه مسیحیان و یهودیان ارتدکس هم آغاز شد بنابراین این یک مناقشه مذهبی نیست اصلا اساسا در مورد یهود ستیزی نیست اون چیزی که در اروپای غربی بوده این در خاورمیانه جایی نداره بنابراین خیلی مهمه که این دو موضوع رو با هم قاطی نکنیم. جنبشی که اینجا در این کشور هست برای پایان نسل کشی، اساسا یک جنبش ضد یهودی نیست و یهودیان خودشون در صف مقدم هستند مثل یهودیان مثل آمریکایان عرب تبار و اگر کسی بره به یکی از این تحسن‌های دانشگاهی خودش می‌بینه که یک جمعیت چند مذهبی، چند نژادی و چند قومیتی هست حضور داره و در واقع جشن گرفتن مراسم یهودیان، مناسبتهای یهودیان رو در اولویت قائل شده مثلا در دانشگاه کولومبیا، در یکی از همون اولیها جشن پسح یهودیان رو گرامی داشتن این روحیه احترام به حقوق بشره و ارزش های بنیادین مذهبی یهودیت، اسلام و مسیحیت و همینطور اصلا انسانیت که واقعا انگیزه بخش و الهام بخش بوده برای پایان دادن به نست کشی من به عنوان یک یهودی وقتی بزرگ می شدم درست بعد از هولوکاست در یک جامعه یهودی جایی که میرفتم و در گروه کر کودکان در کنیسه بودم این یک نگرانی خیلی بزرگ بود برای جامعه ما که چطور یک نفر میتونه به کارش ادامه بده چطور میتونه دوباره به بشریت به انسانیت اعتماد پیدا کنه اون هم بعد از این نست کشی که علیه مردمش اتفاق افتاد در جامعه من پاسخ به این پرسش این بود که ما اجازه نخواهیم داد نست کشی دیگر هرگز در مورد هیچ چیز اتفاق بیفته بنابراین این اندیشه این تفکر که اعتراض به یهود به نسل کشی یهود ستیزان است به نظر من خود همین یهود ستیزان ترین اندیش است دکتر کورنل وست از نحوه برخورد حزب سبز با کاندیداتوریش ناراضی بود آیا حزب سبز مانع اظهار نظرهای ایشون در مورد ایران، روسیه و چین شده بود؟ نه نه. هر وقت که یک نفر در انتخابات شرکت میکنه از همه طرفش انتقاد میشه دکتر وست یک صدای نیرومند و خارق العاده بوده در مورد همه مسائل به ویژه مسائل اخلاقی که باهاش روبرو هستیم ایشون عادت داره به صورت مستقل شرکت کنه به صورت مستقل حرف بزنه و به عنوان یک استاد دانشگاه همینطور وقتی شما به نماینده از یک حزب به ویژه یکی مثل حزب سبز که یک حزب متنوع و مردمی است شرکت می کنید مناظره خواهد بود گفتمان خواهد بود و چالش دائمی خواهد بود اصلا اساس این کار همینه ما یک گفتگوی بسیار فعال تقریبا در همه سیاست هامون داریم و به نظر میرسه که این برای دکتر وست یک چالش بود درک این موضوع و اون با برخی از این مناظره هایی که حزب سبز میخواست برگزار بکنه مشکل داشت همونجوری که الان به نظر میرسه که مردت هست در مورد مناظر در میان شرکت کنندگان و نامزد من هرگز ندیدم که ایشون در مناظری در یک صحنه شرکت کنه بنابراین این مسئله اینه که این ترجیح خود ایشونه که چگونه میتونه گفتمان عمومی رو برگزار بکنه اما به نظر میرسه که در احزاب سیاسی و همینطور میان احزاب سیاسی این یه چیز خیلی عادیه که مناظره و گفتگو و چالش سیاسی داشته باشن دیدگاه های همدیگه رو به چالش بکشن و این بخشی از این کاره و دکتر وست به نظر من داره یک نقش بسیار بسیار قدرتمندی داره هر جایی که هست و صدا شنیده میشه امیدوارم که ایشون مشتاق باشه برای همکاری بیشتر در آینده برای اینکه میدونم در سر این طیف سیاست پیشگام مردم تشنه همبستگی بیشتر و هم مشارکت بیشتر هستند الان یک بازی تفرق بنداز و حکومت کن داره توسط خواست اقتصادی و سیاسی اجرا میشه اونها میخوان که مردم متفرق باشند چون مردم یک قدرت روبه و قوی هستند 68 درصد مردم آمریکا میخوان این کشی بلا بلافاصله پایان پیدا بکنه کشی که اسرائیل داره اجرا میکنه بیش از 60 درصد آمریکایی ها خواستار تحریم دولت اسرائیل هستند مخالفت بسیار شدیدی علیه خشونتی که داره اتفاق میفته و همینطور سیاست های ایالات متحده که به گسترش نظامی اهمیت میده و داره جهان رو به یک جای پر و جمعشتر تبدیل میکنه وجود داره همونطوری که مارتین لوتر کینگ گفت کشور من بزرگترین گستراننده خشونت در جهانه و ما الان داریم هزینش رو در کشور میپردازیم بنابراین قدرت هایی که دارن سعی میکنن ما رو متفرق کنند در برابر اونها مردم خواستار یک موضع متحد کننده تر و یک بارجه تر از سوی نامزدهای پیشگام هستند و امیدواریم که در آینده همه نامزدهای پیش رو این موضع رو اتخاذ کنند یک نظرسنجی اکونومیس و نیویورک تایمز نشون میده که کاندیداهای احزاب سوم احتمالاً سه تا چهار درصد آرا رو به خود اختصاص خواهند داد. فاصله کامل هریس و دونالد ترامپ در نظرسنجی‌ها در بعضی ایالت‌ها حدود یک درصد گزارش شده. نام کرنل وست کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب عدالت برای همه در بسیاری از ایالت های سرنوشت ساز بر روی برگه‌های رای دیده میشه و در میان رأیدهندگان مخالف جنگ در غزه طرفداران فراپاگورسی داره آقای وست به همراه همسرش آناهیتا مهدوی مهمان این برنامه هستند دکتر وست شما موفق شدید نامتون رو بر روی برگه‌های های رای چند ایالت ثبت کنید و چرا بعضی ایالت ها اجازه ندادند؟ خب در 16 ایالت دسترسی مستقیم به صندوق رای داریم و در 24 ایالت هم رای دهندگان میتونن نامشون رو روی برگ رای بنویسند و این هنوز هم نیازمند ثبت تقاضا و جمع آوری امضاست. پس همونطور که میتونید تصور کنید این مستلزم تلاش بسیار زیاد داوطلبانه خارق العاده ما بود. اما این کار بسیار دشوار بود و حزب دموکرات میلیون ها دلار برای جلوگیری از فعالیت ما هزینه کرد. همونطور که میدونید ما پرونده رو به دیوان عالی پنسیلوانیا بردیم و شکست خوردیم. در دیوان عالی جورجیا هم شکست خوردیم. در میشیگان برنده شدیم اما در آریزونا شکست خوردیم. این تلاش فوق العاده ای بود اما ما همچنان لبخند زنان به تلاشمون ادامه میدیم و از پا نیفتادیم. برادر ما گواهمون حقیقت عدالت و عشق شاید در امپراتوری رو به زوال آمریکا زندگی کنیم اما میخوایم مطمئن بشیم که بهترین آمریکا رو داریم آمریکای مارتین لوترکینگ جونیور فنی لومر، خاخام هاشل، ادوارد سعید، دورتی دی و بسیار دیگه. ما میخواییم با توجه به این روزهای سیاه، این روزهای تلخ و بسیار تیره که در اون به سر میبریم، یاد اونا رو به ویژه برای نسل جوان زنده نگه داریم. پیگیری این پرونده های حقوقی برای یک کاندیدای مستقل مثل شما چقدر پرهزینه و زمانبر بوده؟ این بخشی از موانع و مشکلات رقابت کردن به عنوان یک نامزد مستقله. من با اپلیکیشن زوم در جلسه دادگاه فدرال در پیتزبرگ شرکت کردم و گواهی دادم و استدلال کردم. که چرا ما از متمم چهاردهم قانون اساسی یعنی بند محافظت برابر برای اطمینان یافتن از اینکه همه نظرات و احزاب از حمایت یکسانی برخوردار هستند استفاده میکنیم اما تصورش رو کنید که به جای انجام سفرها و مبارزه های انتخاباتی چنین دقدقه هایی داشته باشید و البته ما یک و دو دهم میلیون دلار برای کل کارزار جمع کردیم دموکراتها تنها در چند ماه یک میلیارد و جمهوری خواهان حدود 750 میلیون در چند ماه جمع بنابراین ما ممکنه پولمون تموم بشه اما هرگز انرژیمون تموم نمیشه من با آنایتا همیشه همین رو به هم میگیم و برا در همین که تفاوت رو رقم میزنه شما چه شد که ابتدا به نمایندگی از حزب مردم کاندیدای انتخابات شدید بعد به حزب سبز رفتید و آخر به عنوان نماینده مستقل به نمایندگی از حزب تازه تاسیس عدالت برای همه در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردید من با اینکه با چالش های زیادی روبرو بودم و اونا رو در ایالت فلوریدا میتونستن نام نامزد مورد نظرشون رو روی برگه رأی بذارن بلافاصله فهمیدم که نمیتونم با حزب مردم بمونم از رفتن به حزب سبز واقعا خیلی خوشحال بودم اما وقتی با برخی افراد کار کردم و شاهد بی صداقتی و بی بیش از حدی بودم من یک سیاه پوست آزاده هستم و در مورد مبارزه آزادی خواهانه سیاهان و رابطه اون با فرایندهای غارتگرانه سرمایه داری و سیاست های امپراتوری در خارج از کشور کاملا آشکار صحبت می کنم اونا نیز همین کار می کنن. اما هرگز آزادی سیاهان را به موضوع و تم اصلی اقدامات یا برنامه حزبی خود تبدیل نکردند البته که افراد خوب زیادی در این حزب هستند اما من با رهبری اون درگیر شدم و این فوق العاده فعالیت من به طور مستقل بوده و ما حزب خودمون رو با نام عدالت برای همه تشکیل دادیم عدالت برای همه در حال حاضر در سراسر سر کشور شعبه های متعددی داره و مهمتر از همه ما آزادیم که حقیقت رو بگیم و به دنبال عدالت باشیم و سعی کنیم از خودمون انتقاد کنیم ما نمیخواهیم خود بر حق پندار باشیم اما مسئله باز هم تا حد بسیار زیادی به عشق مهربونی و همبستگی مربوط میشه به همین دلیله که ما نسل کشی در غزه را از یک سو و شهرهای پلیس یعنی 86 تلاش برای ایجاد شهرهای پلیس در آمریکا رو از سوی دیگر مرتبط میدونیم این نظامیگری از مرزهای ملی فراتر میره نظرسنجی نشون داده بود که شما در میون کاندیداهای حزب سوم پیشتاز هستید فکر میکنید ممکنه موجب تغییر نتیجه انتخابات به سود ترامپ به ویژه در ایالتهای های سرنوشت مانند میشیگان بشید که جامعه ناراضی رای بالایی در میان آمریکایی‌های های عرب تبار داره I, 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 I من به هیچ وجه خودم رو یک خراب کننده نمیدونم چون اکثر قریب به اتفاق کسایی که با اونا صحبت کردم و قصد دارن به من رای بدن هرگز 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 نه به کامال هریس این نظامی گرای چند فرهنگی و نه به ترامپ این گانگستر نئوفاشیست رای نمیده ما در مورد 85 میلیون هموطنی حرف میزنیم که هرگز به هیچ یک از دو حزب رأی نمیده و بسیاری از اونها در خونه میمونند. پس این تصور که کسایی که به من رای میدن به نوعی قرار بود به طور خودکار به هریس رای بدن نادرست و دروغه ترامپ و هریس هر دو این دروغ رو پخش میکنند. البته من به دروغگویی هر دو طرف عادت کردم من فکر می کنم جمهوری خواهان بیشتر از دموکرات ها دروغ میگن اما دموکرات ها و جمهوری خواهان مجموعی از دروغ ها و جنایت های خودشون رو دارن و برادر برای ما فقط حقیقت و عدالت مهمه خانم دکتر مهدوی تجربه سفر با دکتر وست به ایالت های مختلف و روبرو شدن با مردم برای شما چقدر آموزنده بود Well, I stopped traveling uh, a few months ago because of the financial campaign's finances. Um, but خب من چند ماه پیش به دلیل مسائل مالی کارزار انتخاباتی دیگه سفر نرفتم اما همراه او به چند ایالت سفر کردم ما از میسیسیپی شروع کردیم من قبلا هرگز به میسیسیپی نرفته بودم اونا از لحاظ خونگرمی و عشق زیباترین افرادی هستند که من تا حالا دیدم اونجا همیشه برای من باقی مونده و خاطراتی که دارم از اون عشقی که در جامعه به ویژه جامعه سیاپوستان و جوامع دیگری که به دیدن کرنل میان به وجود می و کرنل به اونا عشق میورزه و اونا اونو بسیار دوست دارن و اونو الگو میدونن و به اون میگن که تو همیشه صدا و مبارزه کننده برای جامعه ما بودی و خواهی بود دیدن مردم جوامع محلی و مشاهده اون عشق و امید بهترین چیز بوده و این همیشه در قلبم میمونه اما مطمئنا مسافرت ها و به هم خوردن برنامه خواب و غیره میتونه خسته کننده باشه با این وجود خوشحالم که تا جایی که تونستیم به این کار ادامه دادیم تا اون که دیگه توانایی مالی نداشتیم و کمپین نتونست از نظر مالی اونو حمایت کنه اما مشاهده امیدی که مانند رودخانه در میان جوامع جاری چیز زیباییه و فارغ از اون که سیاست و سیاستمداران چه باشند این امید همیشه همینطور خواهد ماند آیا نگاهتون به آمریکا و ایده دموکراسی در این مدت تغییر کرده؟ I never had the perspective that America is a full democracy. دیدگاه من هرگز این نبود که آمریکا یک دموکراسی کامله. پدر من از نظر سیاسی، اجتماعی و عدالت اجتماعی فردی بسیار آگاه بود. بنابراین من از تاریخ آمریکا، از نسل‌کشی بومیان و بردگان سیاه‌پوستان گرفته تا نجات پرستی وحشتناک اطلاع داشتم و من البته در سال 1990 یعنی کمی بعد از وقوع ماجرای رادنیکینگ به اینجا اومدم. پس من در این حیاهوها و اختلالات جامعه زندگی کردم و البته تازه ترین نه آخرین بلکه تازه ترین مورد قضیه جورج فلوید بود که در رسانه های اجتماعی و تلویزیون به خصوص رسانه های جریان اصلی پخش شد و در سطح کشور باستا پیدا کرد پس من هرگز فکر نمی کنم که آمریکا به ویژه با این سیستم دو حزبی یک دموکراسی گسترده باشه من همیشه با این موضوع که یا باید به دموکرات رأی بدهیم بدیم یا به جمهوری مشکل داشتم اما حقیقتا باید بگم چشمام به روی چیزهای زیادی شده که اگه در مبارزه انتخاباتی حضور نداشتم نمیتونستم اونها رو ببینم اینکه چگونه دموکرات ها و جمهوری خواهان البته در مورد ما عمدتا دموکرات ها سخت تلاش کردند که نزارن نام کرنل روی برگههای های رای باشه من معتقدم که جمهوری خواهان و دموکرات ها به یه اندازه دروغ میگن من معتقدم که اونا دستگاه های فاسد مشابهی هستند و اینکه اونا روی صحنه میرن و میگن ما دروغ نمیگیم ما تقلب نمی کنیم. در واقع یه دروغه اونا میلیون ها دلار خرج میکن کنن تا بتونن از اضافه شدن نام کرنل به برگاه های رای برای رقابت جلوگیری کنند. این دموکراسی نیست. این نه تنها درباره کرنل، بلکه درباره دیگر نامزدهای حزب سوم که شما هم نام بردین صدق میکنه این دموکراسی نیست منظورم حفظ نظام دو حزبی و همچنین ایجاد حس شرمساری در کسانی که به اونا رأی نمیدنه این دموکراسی نیست بله حالا چیزهایی رو میدونم که قبلا نمیدونستم البته این تصور رو نداشتم که آمریکا یک دموکراسی گسترده است اما اکنون میدونم که این یه دستگاه سیاسی کاملا غیر دموقراتیکه. این به معنی نیست که ما همون جامعه

دکتر بس چقدر با شما در حوزه سیاست مشورت میکنه؟ چه سوال قشنگی؟ او همیشه منظورم اینه که در طول این کارزار هر تصمیمی که میخواست بگیره در موردش با من و همچنین با برادرش صحبت میکرد چون برادرش تقریبا در اکثر امور زندگی مشاورشه اما اون با ما مشاوره میکرد و ایده هاش و اونچه رو که میخواست انجام بده به ما میگفت معناش لزوما این نیست که او کاری رو که ما گفته بودیم انجام داده باشه اون چیزی رو که خودش باور داشته انجام میده اما به این معنی هم نیست که چیزی رو که ما گفته باشیم انجام نده مواردی بوده که شاید او نظرش رو در مورد برخی چیزا تغییر داده باشه اما او همیشه یعنی پیش از اینکه شوهرم بشه برام به منزله یک اسطوره و یک نماد بود من به او و تصمیمهاش اعتماد دارم و او دارای ایمانی شگفت انگیز و نیرومنده و من حتی اگر در مواردی باش موافق نباشم که البته بسیار کمه ازش حمایت میکنم این بخشی از رسالت او بود ماجرا اینه که وقتی او به من اطلاع داد من واقعا با رقابت کردن او در انتخابات موافق نبودم و اینو نمیخواستم من هرگز اونو یه سیاست مدار نمی دیدم، اما او یه سیاست مدار نیست و این رو به من و دیگران ثابت کرد. او یه سیاست مدار نیست. اما وقتی گفت این بخشی از رسالت پنجاه سال گذشته منه منو متقاعد کرد و من باور دارم که او حامل یک رسالته و من نمی خواستم باهاش بحث کنم. و من معتقدم که او در 17 ماه گذشته با پیام هایی که به نظام سیاسی فرستاد و پرسید به کجا میتونیم بریم لیاقت ما چیه و آمریکا شایسته چیه جامعه رو به لرزه در آورد دکتر بس پس شما نظر همسرتون رو میپرسید ولی به حرف ایشون گوش نمیکنید نه ببینید من دوستدار موسیقی جاز هستم برای همین به همه چیزهایی که ترانم رو بهتر کنه گوش میدم و به بعضی چیزا که شاید ترانم رو بهتر نکنه گوش نمیدم دقیقا همون چیزیه که من میخواستم بگم Yeah, دکتر به سیاست خارجی شما چقدر متفاوت از سیاست خارجی کامل هریس و دونالد ترامپه؟ خب یک موردش همون چیزیه که مارتین لوترکینگ گفت نظامیگری نجات پرستی فقر و مادیگرایی چهار میروی هستند که دارن انرژی دموکراتیک رو از کال کالبد تجربه اجتماعی آمریکا میمکند و خارج میکنند من انتقاد او از نظامیگری رو بسیار جدی میگیرم من این رو به منزله انتقاد از سیاست خارجی آمریکا میدونم که بر اساس اون ما به جای پرداختن به فرایندهای دیپلماتیک خردمندانه برای اینکه دیگر نسل کشی وجود نداره. داشته باشه مشتاق تولید این نیروهای مسلح مرگبار هستیم من هر نوع پشتیبانی نظامی یا مالی از اسرائیل رو تحریم کردم چون کاملا روشنی که اونا یک قتل عام گسترده رو علیه مردم بیگناه به ویژه کودکان و زنان و مردان بیگناه اعمال میکنند همین امر در مورد پایان دادن به جنگ در اوکراین و تلاش برای دیپلماسی بیشتر با چین صدق میکنه من کامالا هریس رو یک زن سیاهپوست نظامیگرا میدونم که نه تنها مایل به تحریک پوتینه بلکه او رو تحت فشار هم قرار میده به نظر من خود چین هم در نوع خود یک گانگستر و یک جنایتکار جنگیه اما روسیه حق داره از امنیت برخوردار باشه همین در مورد چین هم صدق میکنه و اقدامات تحریک آمیز بسیار زیادی انجام میشه من فکر میکنم اینها ما رو به سمت جنگ جهانی سوم سوق میده و همزمان ترامپ هم در داخل کشور ما رو به سوی دومین جنگ داخلی پیش میبره و این یکی از دلایلی بود که من میخواستم نوعی ج... گزینه جایگزین برای ترامپ و بایدن ارائه بدم و بعد وقتی بایدن دچار وضعیتی مشابه لیندون جانسون شد یعنی چیزی که ماها پیش در مورد اون حرف زده بودیم و اون رو پیش بینی کرده بودیم اکنون هریس همون رویه نظامیگری رو در غزه دنبال میکنه و البته نسل کشی جنایت نسل کشی بوته ی آزمایش اخلاقیات هر ملت و هر کشوریه و اگر اون رو انکار کنید، اگر اون رو توانمند کنید، این نشون میده که در تاروپود سیاست نظامی شما ذره ای اخلاقیات دیگه وجود نداره. گستره سیاست نظامی همیشه بسیار فراتر از اخلاقه، اما شما باید در اونجا جنبه اخلاقی هم داشته باشید. و اگر این کار رو نکنید، فکر میکنم مارتین لوترکینگ به درستی گفت که در اون صورت میبینید که از یک سراشیبی لغزنده به سوی هرج و مرج و بیشتر لغزیدید. و با توجه به اینکه ایالات متحده به نوعی ابرقدرتی بزرگ و از بسیاری جهات قدرتمندترین امپراتوری تاریخ این بشره حکایت ما همان مسئله هر چه کنی کشت همان بدروی و اگر باد بکاری طوفان درو میکنی و این چیزی است که ما حالا با اون دست به گریبان هستیم دکتر مهدوی سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی و مردم ایران باید چگونه باشه؟ Well one thing is that I will never uh, stop my support for the uh, Iranian people and their human rights that's خب یه نکته اینه که من هرگز از حمایتم از مردم ایران و حقوق انسانی آنها دست نمیکشم. وقتی صحبت از ایران به میون میاد این اولویت منه فکر می کنم شما این پرسش رو چند سال پیش که در برنامه شما حضور داشتم از من پرسیدین و من گفتم که تفاوت عمده ای در سیاست خارجی حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه نمی بیرم. البته شاید هر رئیس جمهوری و دولتش ویژگی های خاص خودش رو به همراه بیاره و تفاوت در زمینه عملکرد داشته باشه ولی من فکر نمی کنم اونا تغییرات اساسی ایجاد کنم. همونطور که ما دیدیم جنگ ها همچنان ادامه دارند و مثل اینه که مشعل استمرار جنگ ها رو به دست رئیس جمهوری بعدی میسپارن. بنابراین من لزوما فکر نمی کنم که حقوق بشر و رفاه مردم ایران در دستور کار جمهوری خواهان یا دموکرات ها باشه. من معتقدم که برای اونها قیمت بنزین، جنگ، سلاح، پول و کنترل مطرحه. بنابراین بله، من هرگز از پشتیبانی از حقوق انسانی مردم ایران دست بر نخواهم داشت. البته به عنوان یک ایرانی آمریکایی خارج از کشور باور دارم که از آنها پیروی خواهم کرد من به خودم اجازه نمیدم که بگم چه چیزی برای آنها خوبه یا نیست اما از حرف زدن در مورد اینکه اونا چگونه تحت ستم هستند دست نخواهم کشید جنبش ها بازداشت ها خیزش ها همه جنبش های دانشجویی که دیدیم تا جنبش سبز تا زن زندگی آزادی تا جنبش ها و حوادثی که اخیرا دیدیم چیز جالبیه که یه ایرانی در جایگاه من هم از حقوق انسانی مردم ایران پشتیبانی کنه و در مورد ستم جمهوری اسلامی بر مردم ایران حرف حق رو بزنه و همزمان با نسل کشی که در فلسطین در حال وقوع مخالف باشه این وضعیت بسیار جالبیه چون حمایت از حقوق انسانی ایرانیان و حقوق بشر فلسطینی ها واکنش های مختلفی داره اما ما اینیم و کرنل در 50 سال گذشته درباره حقیقت عدالت و عشق و درباره رنج مردم صحبت کرده او گفته که ارزش کودکان ایرانی و فلسطینی و اسرائیلی و آمریکایی یکسانه او چندین دهه پیش از جنبش بهائیان ایران حمایت کرد پس دارن مردم ما یعنی مردم ایران به یاد بیارن که چگونه یکی از نامدارترین شاعران ما حافظ فکر می کنم حافظ بود که اون شعر معروف رو گفت که میدونین بنی آدم اعضای یکدیگرند یادتون هست سعدی سعدی شیرازی right? yeah, سعدی شیرازی سعدی. سعدی شیرازی درسته بله سعدی شیرازی که گفت بنی آدم اعضای یک پیکرند و چون عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار و تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی فکر میکنم که همیشه من همین خواهم بود البته که حقوق انسانی مردم من در ایران یعنی کشوری که در اون متولد و بزرگ شدم همیشه در بطن تلاش های حمایتی من قرار داره اما این به این معنی نیست که من از صحبت کردن در مورد رنج دیگران دست بردارم این در واقع یکی از چیزهایی بود که ما در حزب سبز با اون مشکل داشتیم میدونین به ما توصیه شده بود که درباره روسیه یا چین یا ایران صحبت نکنیم و خب شنیدن این حرفها بسیار سخت بود. آیست میخواد درباره محدودیت هایی که برای شما ایجاد شده با توضیح بدید و در مورد ایران، کامل هریس جمهوری اسلامی رو تهدیدی عمده علیه امنیت آمریکا عنوان کرده و دونالد ترامپ گفته فقط میخواد جمهوری اسلامی به جنگ افزار هسته‌ای دست پیدا نکنه و با تغییر رژیم مخالفه سیاست شما در قبال تهران در کجای این طیف قرار میگیره نکته مهمی که آنایتا میگه این بود که هرگز نباید اجازه داد تفکر راهبردی و تاکتیکی اخلاقیات سیاست های فرد رو کاملا کم اهمیت جلوه بده بنابراین باید نوعی ثبات اخلاقی وجود داشته باشه که جهان رو از دریچه چشم افراد تحت سلطه و تحت ستم ببینید پس وقتی نسل در غزه رو میبینید این سلطه و ستمه وقتی به جنبش زن زندگی آزادی در ایران نگاه میکنید میبینید که اونا تحت سلطه و سرکوب هستند شما وضعیت مسلمانان را در چین و شرایط در کشمیر را ببینید شما میتونید شرایط افراد مختلف را در سراسر سر جهان ببینید شما مردمی ها که تحت سلطه و ستم هستند زیر نظر داشته باشید ما اینو میدونیم که تفکر راهبردی و تاکتیکی جایگاه خاص خودش رو داره یادم میاد داشتم با نلسون ماندلا صحبت میکردم ما گفتگوی جالبی در در مورد حمایت اتحاد جماهیر شوروی از جنبش آزادی خواهی سیاهان در آفریقای جنوبی داشتیم و این چیز زیبایی بود اما حتی با وجود اینکه اتحاد جماهیر شوروی این کار را انجام میداد شما باید حق انتقاد از روش های سلطه گرانه و سرکوبی را که در اتحاد جماهیر شوروی اتفاق میافتاد برای خود محفوظ می داشتید به نظر من حمایت از فلسطینی ها هر جا که باشه چیز زیباییه. برادران و خواهران فلسطینی احساس می کنند که در دنیا تنها هستند. اونا به همبستگی نیاز دارند. در این شکی نیست. اما اگر فرض کنیم ایران یکی از حامیان اصلی فلسطینی ها باشه، این به این معنا نیست که حتی در شرایطی که اونا دارن به انهای مختلف از مردمی که در گوشه گیر افتادن حمایت می کنن. ما بخواهیم اشکال گوناگون ستم در ایران رو نادیده بگیریم. به قول هرمان ملویل حقیقت لبه های ناهمواری داره و به شیوه های مختلف میبره. و اگر به حقیقت و به عدالت متعهد هستید مارتین لوترکین گفت هر چیزی که در جایی عدالت را منکوب کند تهدیدی برای عدالت در همه جا محسوب می شود و این در مورد چین روسیه و ایالات متحده برای برزیل مجارستان سودان و برای کنگو هایتی و هر جای دیگه صدق میکنه و البته بازم در این مورد بسیار سریح میگم که من به عنوان یک مسیحی که از دل جامعه بزرگ سیاه بیرون اومده صحبت میکنم. جامعه‌ای که خود اونقدر هدف نفرت و وحشت و آسیب قرار گرفته که وقتی از عشق در برابر نفرت و آزادی در برابر وحشت و التیام زخمها در برابر آسیبها صحبت میکنیم داریم در مورد موضوع مرگ و زندگی حرف میزنیم و ثبات اخلاقی است که سبب میشه تمام تفاوتها در جهان رقم بخوره و این دلیل اختلاف من با وزارت امور خارجه، پنتاگون، احزاب سیاسی سازمان های ایدئولوژیک و غیر است من سال گذشته در کرانه باختری با سیاستمداران فلسطینی و مردم فلسطینی در خیابان‌ها صحبت کردم اونها از مداخلات جمهوری اسلامی ناراضی همین اتفاقی که الان در لبنان در ارتباط با نقش مخرب حزب الله رخ داده مسئله حمایت تهران از فلسطینیان مسئله پیچیده بله خوشحالم که این موضوع رو مطرح کردی چون این موضوع بسیار پیچیده است. مالکوم اکس می گفت من طرفدار حقیقت هستم فارغ از اینکه چه کسی طرفدار اونه و هوادار عدالت هستم فارغ از اینکه چه کسی از اون حمایت میکنه. مردم در واقع ممکنه با انگیزه هایی به شدت مشکوک از جنبش های برحق حمایت کنند. وقتی فرانسه از انقلاب آمریکا حمایت کرد و لافایت به ایالات متحده اومد، تا حدی به این دلیل بود که فرانسوی ها در اروپا با بریتانیایی ها مخالف بودند. وگرنه اروپایی ها که با این مستعمره نشینان آمریکایی که علیه امپراتوری بریتانیا به پا خواسته بودند، همبستگی چندانی نداشتند. من به اتحاد جماهیر شوروی اشاره کردم. اتحاد جماهیر شوروی از مبارزه های آزادی خواهانه در آفریقا حمایت کرد. این لزوما به این دلیل نبود که اونا آفریقایی ها رو خیلی دوست داشتن، بلکه دلیلش ضدیت با ایالات متحده بود در اون زمان جنگ سرد در جریان بود و سیاست هاشون راه بردی و تاکتیکی بود در ایران و در مورد فلسطینی ها هم همینطوره پس ما باید در مورد این موضوع که انگیزه ها ممکنه همیشه دلپذیر نباشه کاملا صادق باشیم. اما مردمی مثل فلسطینی ها در این لحظه که به بنبست رسیدن به کمک هر کسی که باشه نیاز دارند و این بسیار مهمه که مردم وضعیت اسفناک اونها رو در مرکز توجه قرار بدن تا نوزادانشان نابود نشوند. اما این بدان معنا نیست که کسانی که از آنها پشتیبانی می کنند همیشه انگیزه های درستی دارند پس ما میتونیم همچنان از این انگیزه ها انتقاد کنیم اما من قویا حمایت می کنم هر کسی که از آفریقای جنوبی علیه آپارتاید از فلسطینی ها علیه نسل و غیره حمایت کنه من خوشحال میشم اما ببینید من عین همین حرف رو در مورد جنبش زن زندگی آزادی هم میگم خدای من اگه اونا بتونن حمایت سراسر جهان رو جلب کنن این هم چیز زیباییه اونا با انواع باور نکردنی و توجیه ناپذیر ستم و سلطه سر و کار دارن و همه دارن اون رو سفیدشویی میکنن باید اینو زیر سوال برد و این بدین معنا نیست که کسی قادر نباشه در هیچ جه ژئوپلیتیک در این مورد بی تفاوت باشه چون ثبات اخلاقی به این معنیه که شما در همه جا کاری را انجام بدید که برای اونا خوشاینده و این دقیقا به معنای پیروی از ایسا، پیروی از مارتین لوترکینگ جونیور و فنی لومر و مهمتر از همه تلاش برای حفظ صداقت، صداقت، صداقت،, پاکدامنی و تعهد به حقیقت و عدالته رابرت اف کندی جونیور از دیگر کاندیداهای مستقل بود که نگرانی هایی رو برای دموکرات ها ایجاد کرده بود و سرانجام به کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ پیوست. با این وجود نام او هنوز بر روی برگه های رأی بعضی ایالت از جمله میشیگان دیده میشه. چیس آلیور کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب لیبرتریان بر مبنای یکی از تازه ترین ها در آریزونا، میشیگان، ویسکانسین، کارولینای شمالی و پنسیلوانیا هر کدام حدود یک درصد رأی داره. آرای چیس آلیور در جورجیا که ایالت خودشه و نوادا هر کدوم دو درصده حزب لیبرتاریان در انتخابات 2016 حدود چهار و میلیون رأی برد آقای آلیور آخرین مهمان این ویژه برنامه هستند آقای آلیور رقابت انتخاباتی به عنوان کاندیدای حزب سوم در آمریکا چقدر دشواره رقابت به عنوان نامزد یک حزب بدیل چالش های زیادی دارد چون دو حزب اصلی به دلیل داشتن شمار زیادی مسئولان منتخب پایه محکم و حضور مداومی دارند هزینه انتخابات درون حزبیشان از جیب مالیات دهندگان پرداخت می شود یعنی از جیب من پول بر می برای تبلیغ برای نامزدهای دموکرات یا جمهوری بنابراین ما به عنوان حزب لیبرتریان تقریبا در انزوا هستیم چالش های زیادی است از جمله در حوزه های مثل دسترسی به برگهای رای حزب ما خواهان تغییر منطقه بندی حوزه های انتخابیه و داشتن انتخابات رقابتی و انتخاب بر اساس شایستگی است. راه های زیادی هست و یکی از هدفهای ما به اصطلاح منشور حقوق رای دهنده است که فرایند انتخابات را به روی همه باز می نه فقط ما که لیبرتریان هستیم بلکه همه دیگر احزاب بدیل تا صدایشان شنیده شود. چرا موفق نشدید نامتون رو در همه پنجاه ایالت بر روی برگاه های رای بگذارید؟ هر ایالتی شرایط متفاوتی برای تایید نامزدی یک کاندیدا دارد در خیلی از ایالت حزب لیبرتریان به طور خودکار به برگه رای دسترسی دارند که به دلیل برآورده شدن معیارهایی است که در انتخابات قبلی با آن نایل شده ایم. ولی در خیلی ایالت ها باید حق دسترسی به برگه رای را پیگیری کنیم و در فرصت مشخصی امضا جمع کنیم در سه ایالتی که نتوانستیم نامزد بشویم در دو تا حد نصاب امضاها خیلی بالاست و در یکی از آنها فرصت خیلی محدود است. برای همین به دلیل هزینه و زمان لازم نتوانستیم تعداد امضای لازم را جمع کنیم. ما در 47 ایالت جز نامزد هستیم ولی در سه ایالت دیگر و نیز منطقه کلمبیا به عنوان نامزد بدیل رقابت کنیم. بنابراین رای دهندگان ده در سراسر سر آمریکا می توانند انتخابی به جز دو حزب اصلی داشته باشند و من خوشحالم که میتوانم نامزد بدیل با بیشترین میزان دسترسی به برگه رای باشم. چطور خانم آنجلا مکاردل رئیس حزب شما در انتخابات از دونالد ترامپ حمایت کرد؟ در حزب ما اختلاف عقیده های ایدولوژیکی است و رئیس حزب عقیده دارد که ما باید به یکی از احزاب اصلی بپیوندیم. من این نظر را رد می کنم چون مقصود حزب لیبرتاریان این نیست. ما فلسفه سیاسی خیلی متفاوتی داریم. از جمله عدم تهاجم، بازار آزاد، آزادی فردی و حقوقی ذاتی مثل آزادی بیان، حق ابراز عقیده و دفاع از خود و همه این هدفها مقایر برنامه های دونالد ترامپ و کامالا هریس و بیشتر سیاستمداران جریان اصلی است که میگویند دولت راه حل مسائل است ولی فلسفه ما کوچک کردن دولت است. من هیچ شواهدی ندیدم که ترامپ لیبرتاریان باشد. چهار سال رئیس جمهوری بود تا بتواند به عنوان یک لیبرتاریان عمل کند ولی نکرد. بدهی ملی را بالا برد به جنگ در سراسر دنیا دامن زد از جمله جنگ پهبادی میخواست آزادی های مدنی را پایمال کند و صدای روزنامه ها و روزنامه نگارهایی را که با او هم عقیده نبودند خاموش کند و حالا صحبت از لغو مجوز آنها می کند و این فهرست بیپایان است تا جایی که حالا میخواهد قاچاقچیان مواد مخدر را زندانی کند و کسانی که پرچم آمریکا را آتش میزنند اعدام کند. اینها همه از نظر من خلاف فلسفه لیبرترین است. نمیدانم چرا رئیس حزب ما حاضر است حزب را بفروشد تا شاید سمتی به دست بیاورد آن هم در دولتی که لیبرتریان ها نمیخواهند جزی از آن باشند چون در نهایت فلسفه ی حزب لیبرتریان را پیش نخواهد بود حزب لیبرتریان از زمان کاندیداتوری ران پال که با موجی از حمایت جوانان همراه شد تا امروز چقدر تغییر کرده آخرین بار که اون نامزد انتخابات شد سال 1998 بود از آن زمان حزب خیلی تغییر کرده به خصوص از نظر گروه سنی یعنی خیلیا که الان به ما رأی میدهند آن موقع به دنیا هم نیامده بودند چه برسد که رای بدهند ولی اصول ما تغییر نکرده و همیشه گیست. از جمله اصل عدم تهاجم که میگوید اگر شما به آزادی های مدنی شخص دیگری کاری ندارید دولت هم حق ندارد آزادی های مدنی شما را محدود کند چون شما خود حکمرانی میکنید برای همین است که میخواهیم دولت مقتدر را از زندگی خودمان بیرون کنیم چون من و شما و همه به عنوان مردم میخواهیم زحمت بکشیم و در زندگی موفق باشیم و به خانواده های برسیم و در آرامش زندگی کنیم و این کار را با سلب حد اکثر قدرت از دولت می شود کرد وقتی رن پال در سالهای 2000 و 2001 نامزد شد جمهوری خان به لیبرتریان ها نپیوستند متاسفانه واقعیت این است که اگر لیبرتریان ها به سمت حزب جمهوری خواه بروند آنها هستند که جمهوری خواه می شون. نه برعکس شما گفتید لیبرتریان ها در پی ایالات متحده در صلح با جهان هستند سیاست خارجی شما چگونه خواهد بود با وضع فعلی خیلی متفاوت خواهد بود از وقتی من بالغ شدم کشور دچار چیزی به اسم ذهنیت جنگ با تروریسم پسا یاده سپتامبر بود که به نظرم ریشهش در عقایدی است که خیلی سییا و است یا با ماید یا با تروریست ها یا بهترین راه حل هر مشکلی جنگ پیشدستانه یا افزایش حضور نظامی و نشان دادن قدرت نظامی است به نظر من این ذهنیت باعث بیسباتی بیشتر شده مثلا خاورمیانه به نظر من موفقیتی برای ما نخواهد بود چون به رغم تریلیون ها دلار که در عراق و افغانستان هزینه کردیم هیچ کدام از آن دو کشور نظام دموکراتیک ندارند منطقه هم با سبات تر از قبل نشده نظر من این است که نیروهای نظامی را خارج کنیم و قدرت دیپلماتیکمان را اعمال کنیم باید با سران کشورها رو در رو صحبت کنیم باید حل هدفهای صلحآمیز مثل تجارت آزاد اعتلاف تشکیل بدهیم و دیوارهای میان کشورها را برداریم باید مبادلات فرهنگی داشته باشیم. به نظر من اینها هدفهایی است که باید دنبالش باشیم. نه سیاست خارجی متکی به قدرت نظامی، یعنی اینکه آمریکا باید جاندارم جهان باشد و نظم مورد نظر خودمان را با قدرت نظامی به دیگران تحمیل کنیم. حزب لیبرتاریان در پی جنگ ویتنام و در دوره پرزیدنت نیکسون شکل گرفت. درباره حمایت رابرت اف کندی جونیور و تولسی گابر دو سیاستمدار دموکرات ضد جنگ از دونالد ترامپ چه نظری دارید؟ برای من سخت است که باور کنم رابرت کندی جونیور ضد جنگ است او فلسطینی ها را ناز پرورده ترین مردم دنیا خواند و گفت ما باید تمام قد از اسرائیل صرف نظر از این که چه کار میکند حمایت کنیم به نظر من این منجر به پایین سریعتر مناقشه و ثبات منطقه نخواهد شد اما تولسی استحاله سیاسیش عجیب است نمیتوانم بفهمم چطور کسی که از حزب دموکرات رفت ناگهان به دونالد ترامپ پیوسته که در خیلی از مسائل بسیار محافظه کارتر است تنها توضیحی که برایش دارم این است که یک بازی سیاسی است حتما یک جایی سمت مشاور سیاسی یا چنین چیزی میگیرد به نظر من سیاست برای او فاقد اصول است در پلتفرم شما نوشته شده که لیبرتریان ها معتقدند جنگ زمانی که در دفاع از خود باشه موجهه سیاست شما در قبال حکومت جمهوری اسلامی ایران چه هست؟ باید سعی کنیم تنش ها را در منطقه کم کنیم اسرائیل باید از جنگ دست بردارد و به فکر ایجاد شرایط آتش بس موقت با فلسطینی ها باشد تا به آتش بس و ترک مخاصمه پایدار تبدیل شود نه اینکه جنگ را به لبنان و ایران گسترش دهد و منطقه را بی کند رئیس جمهوری آمریکا باید بر این امر تاکید کند که آمریکا از هر کاری اسرائیل بخواهد بکند پشتیبانی نخواهد کرد چون ما دوست اسرائیل هستیم و باید به دوستمان تذکر بدهیم مثل زندگی عادی که اگر دوستمان کار خطایی بکند به او گوشزد میکنیم و البته نمیخواهیم به دوستمان آسیب برسد بلکه باید به او بگوییم همین حالا باید رفتارت را عوض کنیم به نظر من رهبری ایالات متحده واقعا شهامت این کار را ندارد و این باعث بیسوادی بیشتر منطقه می شود. باراک اوباما در سال 2008 قول داد با سران کشورها رو در رو صحبت کند. ما باید این کار را بکنیم و ایالات متحده قدرت دیپلماتیکش را اعمال کند و خاورمیانه را بیش از این نظامی نکند. پس شما آمریکا رو رهبر جهان آزاد با مسئولیتاش نمی‌بینید. Oh, I absolutely see America's leader in terms of the markets of the world, the economic engine of the world, the, diplomatic arm of the world. من قطعا آمریکا را از نظر بازار آزاد موتور اقتصادی دنیا و بازوی اقتصادی دنیا در جایگاه رهبری می‌بینم ولی لازم نیست این نقش با اعمال قدرت نظامی برتر دنیا ایفا شود تدی روزولت گفت نرم سخن بگو و چماق بزرگی هم در دست داشته باش ما ارتش خیلی نیرومندی داریم که می تواند از ما محافظت کند و اگر شرایطی پیش بیاید که کنگره اقدام نظامی را تایید کند باور کامل دارم که در هر جنگی پیروز می شویم اما در دنیا نباید نمایش قدرت نظامی داد اگر از قدرت نظامی برای پیشبرد دستور کارمان استفاده کنیم از موزه ضعف است چون افکار درست نیازی به زور ندارند و ما باید بتوانیم با دیپلماسی در دنیا پیش برویم میدانم که دنیا جای آرمانی نیست پر از خشونت و آدم های خبیس است به خصوص حکومت های خبیسی در دنیا که بر مردمی خوب حاکمند و ایران هم مستثنا نیست حکومت ایران وحشتناک است مردمش را آزار می حقوقشان را پایمال می کند. ولی مردم ایران آدم خوب و بیگناهی که نباید موشک و حمله هوایی نصیبشان شود. من امیدوارم در نهایت بتوانیم از شر جنگ خلاص بشویم. آزادی بیان و مذهب را برقرار کنیم ولی این هدف فقط با اینکه ما دیگران را بکوبیم محقق نمی شود و خیلی اوقات چون این کارهایی منجر به حمایت مردم از دیکتاتور کشورشان می شود چون می بینن که باید به تهاجم آمریکا پاسخ بدهند نگاه شما به دموکراسی در این فصل انتخابات چقدر تغییر کرده؟ آیا دوباره در رقابت ها شرکت می کنید؟ Well, you know, uh, I knew going into this... قبل از ورود به این رقابت می دانستم که باید صداهای بدیل به گوش مردم برسد. می دانستم که کشور ما به شدت دو قطبی شده و اگر ترامپ یا هریس برنده شوند که محتمل ترین حالت است باز هم متشدد باقی خواهیم ماند. بنابراین کار من روز انتخابات تمام نمی شود. کار من تازه شروع می شود تا صدایی باشم برای از بین بردن این تفرقه. آیا دوباره نامزد خواهم شد؟ نمیدانم. من سی 39 سالم. وقت دارم باز درباره ترامپ یا کاملا هریس فکر کنم و همینطور درباره نامزد شدن خودم ولی فکر و ذکرم این است که حزب لیبرتریان را جوری بسازم که اگر دوباره نامزد شدم نتیجه بهتری بگیرم کمک مالی بیشتری به ما بشود اعضای بیشتر و انرژی و اشتیاق بیشتر و رعی های بیشتری در کشور داشته باشیم صدای آمریکا با ستاد انتخاباتی کاملا هریس و دونالد ترامپ در تماس بوده و امیدواریم فرصت گفتگو با اونها هم دست بده تا سه ساعت و نیم دیگه ویژه برنامه ی پنج ساعته یه صدای آمریکا برای پوشش زنده انتخابات 2024 آمریکا آغاز میشه با ما همراه باشید قول قرار است که هرگز فراموش نمیشه این صدای آمریکاست.